که دروازه‌بان هست، دیگر بازیکنان ملوان رو تشکیل میدن. حالا این طرف رافایی صاحب توپ است داخل محوطه جریمه، فرصت برای ملوان، یا پاس ارزی، همچنان فرصت هست، یه حرکت خوب، تک به تک و مهدی ثابتی توپ رو میگیره. مرتضی پولادی پاس پشت مدافع، این فرصت برای ابراهیمی صاحب توپ است، ابراهیمی تک به تک ضربه رو میزنه، گل توی دروازه، گل برای تراکتور. محمد ابراهیمی توپ وارد دروازه رحیم زاده میکنه. تراکتور 1-0. و تماشاگرانی که در استادیوم یادگار امام شهر تبریز سر از پا نمیشناسند. کورنر برای ملوان. ملوان از ابتدای کار هم واقعا خوب کار کرده بود، فرصت هم داشت، اما به هر حال این تراکتور بود که از فرصت خودش استفاده کرد. یه ضربه بلند، یه ضربه سر و توی دروازه، گل برای ملوان به ثمر میرسه. حالا در چه کار به تساوی کشیده میشه. به نظر میرسه که مهداد اولادی گل ملوان رو به ثمر میرسونه. کیانی، تراکتور در این لحظات داره فشار میاره. ترشیز یه لحظه تعادلش رو از دست میده و حالا این ضربه عجیب رو میزنه پشت محوطه جریمه. پولادی و گل توی دروازه، گل برای تراکتور ساز، این بار توسط مهداد پولادی. تراکتور 2-1. مهداد پولادی این بار تراکتور رو به گل میرسونه تا فریاد شادی تراکتور سازان و هوادارانشون. میانه میدان بازم دسوزا برای پژمان نوری. نوری به سمت چپ میبره، فرصت برای ملوان، توپ داخل محوطه جریمه میشه، یه ضربه محکم و توپی که به شکلی خطرناک به بیرون میره. دسوزا کیانی رو جا میذاره، پاس پشت مدافع، این فرصت برای ملوان و توپی که از کنار دروازه به بیرون زده میشه. عجب فرصت خوبی رو از دست میدن. گل اول آفساید، یه پنالتی چی میخواید بگیرید؟ آفساید بود. بهید نگاه، بازی خیلی خوب، بچه واقعا زحمت کشیدن و این بردم حقشون بود. الحمدلله با حمایت تماشاگران بازی ما سمتاز بازی رو گرفتیم. من فکر کنم با نیمه اول تماشاگر بازی از بازی دو تیم لذت بردن. نیمه دوم من فکر کنم تیم فاتح میدان بودیم. اون تیم تراکتور سازی حتی نتونست یک بار دروازه‌بان ما رو به زحمت بندازه، ولی ما بارها موقعیت گل ایجاد کردیم. من فکر کنم نتیجه مساوی میتونست نتیجه عادلانه برای این بازی باشه.